اشاره کردیم تو صحبتاتون که ورکشاپ های زیادی رو برگزار کردیم، دبیر جشنواره ها و عضو انجمن های زیادی هستیم. حالا من میدونم که به تفکیک گفتن شاید خیلی اینجا لازم نباشه، ولی خیلی دوست دارم در مورد ورکشاپ ها صحبت بکنیم. اینکه آیا برگزار کردنش رو چقدر ملزم میدونید به عنوان کسی که خودش در این عرصه داره فعالیت میکنه، چقدر این ورکشاپ ها باید حالا شاید بیشتر بشه یا نه، و اصلا کیفیتشون خیلی کوتاه، خیلی مختصر، چون یکم زمانمونم کمه، خیلی مختصر و موجز برامون بگین که چقدر احساس میکنید که لزومش هست و اینکه چطور بهتره. تا من سوال بعدیمو بپرسم، چون یه نکته خیلی جالبه که میخوام حتما بهش اشاره کنم و باهاش در موردش با تو صحبت کنم. من سریع اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اساسا بر اساس همون حرفی که قبل از سوال شما خدمتتون عرض کردم، اساسا در میون گذاشتن تجربیات دو نفر آدم یا یک نفر مقابل چند نفر آدم اتفاق خیلی خوبیه، یعنی اتفاق خیلی خجسته. چرا اینو میگم؟ چون هم برای کسی که داره درس میده یک آوردی داره، هم برای اون که داره درس یاد میگیره یک آوردی. اصول گفتگو، اصول ورکشاپ گذاشتن، اصول گرد همایی برای یاد گرفتن یک چیز به از قدیم بوده، چیزی نیست که من بخوام پیشنهادش بکنم. قبایل بدوی در جنگل‌های آمازون هم این اتفاقو داشتن، 2300 سال پیش ما این اتفاقو داشتیم، امروز هم اسم شده ورکشاپ. من به نظرم تجربیاتی که امروز من در حوزه مستند اجتماعی، در حوزه چه میدونم عکاسی تئاتر، تجربیاتی که در حوزه عکاسی سینما امروز دارم با تجربیاتی که پیار سال داشتم خیلی متفاوته. الان شما دارید میبینید VOD اومده، اصلا دیگه یواش یواش چیزی به عنوان سینما وجود نداره، اینترنت همه گیر شده. ما داریم میبینیم که چجوری الان گوشی ما داریم که دوربین عکاسی 100 مگاپیکسله. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که من اگر مهدی آشنا اگر خودش رو بروز نکنه با دوربین هاسلبلاد بک 50 بخواد عکاسی بکنه، از یه نفری که اگه قرار به امکانات بشه، از یک نفری که یه گوشی مثلا مدل فلان دارم میخوام تبلیغ بکنم که دوربین 100 مگاپیکسل، خب آقا دیگه عقب میمونیم دیگه. پس بعد نقطه تمایز رو پیدا کن. نقطه تمایز بین تکنولوژی و نگاه، بین تکنولوژی و عکاسی، نگاه خلاقانه است. که این نگاه خلاقانه فقط در ورکشاپ ها پیدا میشه، یعنی در این گفتگوها پیدا میشه، یعنی در مکالمه یک با چند نفر، چند نفر با یک نفر پیدا میشه. لزومش اینه، یعنی اگه قرار از تکنولوژی عقب نمونیم باید بشه، یعنی این مبارزه انسان با تکنولوژی از این هکس که نخواد عقب بمونه، این میشه که مثلا یه عکاسی بچه تمایز پیدا میکنه نسبت به عکاسی. در تجهیزات هیچ تمایزی وجود نداره. اگر بخوام اینو قبول بکنی، کسی که پول دارتره میره دوربین فلان میخره مثلا در میاد 200 میلیون تومان، کسی که پول نداره مثلا یه دوربین گوشی موبایل داره بعد عقب بمونه، این غلط. به نظر من این عدالت نیست، چون عدالت چی میگه مدنی توش وجود نداره. پس به نظرم تنها راهش که میبونه ورکشاپه، و تو این ورکشاپ ها بررسی کنیم که چه نگاهی داشته باشیم که اون عکس ما برتری داشته باشیم. متشکرم و ممنونم. مرسی. من خیلی خیلی سیر نمیشم از این صحبت و از این دیالوگ، برام خیلی لذت بخش، خیلی ممنون، ولی متاسفانه زمان خیلی زیادی نداریم. اگه نکته یا تجربه جالبی هست که دوست دارید برای دوستانمون تعریف بکنید، برای مخاطبینمون تعریف بکنید، من میشنوم. من واقعیت نه، نکته خاصی نیست. من بخوام فقط یک چیز کوچولو بگم، شاید بقیه به این فکر نکنه. ماها انسان وقتی به دنیا میاد با آرزوهاش بده، آدم ها باید آرزوهاشون رو زندگی کنن، هیچ چیز نباید بین ما و آرزوهامون فاصله بندازه. این فقط و فقط با فداکاری، پشت کار و کار زیاد به وجود میاد. و وقتی که شما تو اون نقطه ایست که یک روزی آرزوشو داشتی،
به این دارید فکر میکنید که قبلا چه کرد، و اون میشه نقطه‌ای که اسمشو میخوایم بذارید رزومه، بذارید نقطه افتخار، بذارید اون نقطه‌ای که تو مدیون خودت نمیشی. من مدیون خودم نمیشم، هیچ وقت مدیون خودمون نشیم، هیچ وقت بین خودمون و آرزومون فاصله ننیست، کار کنیم، امید داشته باشیم، بخندیم، سختی‌ها رو کنار بذاریم، بدبین به چیزی نباشیم، اتفاق خوب همیشه میفته. و اینکه عکاس کسیه که امید داره، کسی که امید داره عکس میگیره، عکس میگیره چون قراره چیزی بهتر شه. پس حالا که قراره چیزی بهتر شه، اول از خودمون شروع کنیم، حال خودمون رو بهتر کنیم که حال جهانم بهتر شه، خوب باشیم، بخندیم، راستگو باشیم، صادق باشیم با خودمون و آرزوامون رو پیدا کنیم. همین هیچ. مرسی، متشکرم. من خیلی خیلی به شخص لذت بردم از این مصاحبه. خیلی ممنون که کنارمون بودی مهدی جان، خیلی لطف کردی. خواهش میکنم، خیلی ممنون که بودی کنارمون. ممنون و متشکرم. مخاطبین عزیزمون، امیدوارم که لذت برده باشین از این مصاحبه. من مصاحبه‌مو با یه جمله از مارک ریبو تموم می‌کنم که عکاسی لذت بردن از زندگی است، از هر صدام ثانیه آن. امیدوارم که روز و روزگار بهتون خوش باشه و بدون.